CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا اعلام کرد دلیل مرگ دست کم 39 نفر و آسیب ریه بیش از 2000 مصرف کننده ای سیگارت به احتمال قریب به یقین ترکیب استات ویتامین ای و ماده سرخوشی آور گیاه حشیش است. دکتر شیده رضایی برای جزئیات بیشتر در استودیو با ما هستن. خانم دکتر، درباره یافته های مهم این بررسی و مکانیزم آسیب ریه برای ما توضیح بدید. ببین، مهمترین یافته این بررسی در واقع اینه که متهم اصلی قتل یا مظنون شناسایی شده و شواهد کافی برای اثبات جرم وجود داره، به این معنی که از مجموعه 39 نفری که جانشون رو از دست دادن در اتوپسی سلول های ریه، یعنی تشریح بعد از مرگ اونها، ویتامین ای استات یافت شده و در 28 تاشون THC یا تتراهیدروکانابینول که همون ماده سرخوشی آور حشیشه یافت شده. وقتی اینقدر میزانش زیاده، پس دیگه تردید بر اینکه این عامل مرگ این آدم هاست وجود نداره. اما این در مورد مکانیزمش که فرمودین، ویتامین ای استات ما تو اغلب لوسیون ها و کرم های جلدی استفاده میکنیم و تو داروهای خوراکی، ویتامین های خوراکی خورده میشه. خوراکی و جلدی بی ضرره، اما مسئله اینجاست که این محلول وقتی که THC یا همون ماده سرخوشی آور حشیش رو توش حل میکنن و داخل سیگار الکترونیکی، ای سیگارت یا ویک میذارنش، اون الکترودش باید به شدت داغ بشه. وقتی اون به اون درجه حرارت میرسه که اینو قابل استنشاخ کنه، تبخیر کنه، به ریه بفرسته، ویتامین ای استات در اینجا حالت ویسکوزیته یا غلظتش بالا میره و چسبندگی پیدا میکنه. CDC گفته یه حالتی شبیه عسل پیدا میکنه، میچسبه به سلول های ریه و طبیعتاً وقتی اونجا چسبید واکنش شدید ایجاد میکنه، اون واکنش شدید شو موجب التهاب و مرگ این افراد شده. حالا خانم دکتر، چه توصیه و دستورالعمل تازه‌ای داده شده؟ توصیه اصلی اینه که خب اصلا نکشید. توصیه دوم اینه که اگر میخواین بکشید، چیز ای سیگارتی که میکشید مطمئن باشید حاوی THC ماده سرخوشی آور حشیش یا ویتامین ای استات نیست. از بازارهای غیر رسمی به هیچ عنوان اینا رو نخرید، چون از در واقع 82% این آدم ها آنلاین یا از بازار غیر رسمی، بازار سیاه کنار خیابونی خریده بودن. اونا اصلا معلوم نیست چی توشه. 10 نفرشون بعد از مرگ معلوم شده که اصلا نه THC توش بوده، نه ویتامین ای استات، ماده کشنده دیگه ای باعث مرگشون شده. و توجیه ورود ای سیگارت به بازار این بوده که میخواستن سیگار رو ترک کنین. خب اگه قرار باشه توش حشیش باشه یا یه ماده خطرناک دیگه باشه که اصلا خیلی خطرناکه، لطفا سراغش نرید. ممنون از شما خانم دکتر شیده رضایی.